What is going on? Hello? My mama did not. They just shot her. Who had the knife? My sister. Where is your sister? Quick! What? I got everyone coming to you, honey. Where is your sister? این پرونده درباره دختری به نام سابرینا سونی که در 27 اکتبر 1994 در کلیفلند اوهایو آمریکا به دنیا اومده. اسم مادرش بوده سوزان ادوارد و پدرش مارک سونیک. مادر پدرش به دلیل اعتیاد به الکل و مواد مخدر دیگه از 3 سالگی به بعد نمیتونستن از پس بزرگ کردنش بر بیان. مادرش چندین بار به خاطر مصرف مواد مخدر به زندان رفته بود. پدرش هم از اون طرف مشکلات عصبی و روانی داشت. مواقعی هم که داروهاش رو مصرف نمیکرد شروع میکرد به کتک زدن مادرش. به این خاطر از اون زمان اونو به مادر بزرگ پدریش میدن تا بزرگش کنه. تو سن 4 سالگی دکترها در موردش اختلال کمبود توجه و پیشفعالی رو تشخیص دادن. حتی تو سن بزرگسالی و بلوغش اون هنوز با این مشکل دست و پنجه نرم میکرده و نمیتونست اونو تحت کنترل خودش قرار بده. مثلا واکنش‌های عصبی یهویش موجب دردسر با همکلاسی‌هاش می‌شد که اکثراً هم به زد و خورد می‌کشید. به خاطر عصبانیت‌های مداوم سابرینا، اونو تو سن 14 سالگی از مادر بزرگش جدا می‌کنن و به یتیم خونه‌ای به نام Lake Quantitas Children's Service می‌برن. سابرینا 2 سال بعد زندگیشو اونجا گذرون و در سن 16 سالگی در سال 2011 از طرف خانواده‌ای به نام کنوفل به سرپرستی پذیرفته شد و به خونه اونا تو حومه شهر کلیولند اسباب کشی کرد. اسم مادر خوندش لیزا کنوفل بود که خیلی زن مهربونی بود. اون بچه ها رو از صمیم قلبش دوست داشت. با آدم های دور و اطرافش تا جایی که امکان داشت کمک میکرد. اون تا به حال 7 تا بچه رو تو سنین پایین به خونش آورده بود و تحت سرپرستی قرار داده بود تا وقتی که مکان مناسب تری براشون پیدا بشه. اما سابرینا اولین بچه‌ای بود که تو سنین تینیجری اونو به خونش آورد. لیزا مادر خونده سابرینا در 2 می 1971 به عنوان دختر کلارک و ریتا مکینتاچ در رینولزبورگ به دنیا اومد. سال 2000 به لیک کانتی اسباب کشی کرد. با مردی به نام کوین کنوفل خانواده ای رو تشکیل داد. البته کوین همسر دوم لیزا بود. اون از ازدواج اولش یه دختر داشت به نام میگان و دختر کوچیکش هیلی حاصل ازدواج دومش بود. شغل لیزا مددکار اجتماعی در کایوگا کانتی اوهایو بود. اون تو بخش کمک به نوجوانا و خانواده ها فعالیت میکرد. اون آدم این بود که با تمام وجودش به مشکلات بچه ها رسیدگی میکرد و کارش فقط براش یه شغل نبود، بلکه هدف و معنی زندگیش بود. یه روز هم بالاخره آرزوش برآورده شد و پرورشگاه خودش رو تأسیس کرد. همونجا هم سابرینا رو برای مدت کوتاهی به سرپرستی قبول کرد تا بتونه سنین حساس آخر نوجوانی رو تو آرامش و محیط خانوادگی بگذرونه. سابرینا همیشه برای لیزا از آرزوهاش برای داشتن یه خانواده تعریف میکرد و لیزا وقتی برق چشای سابرینا رو میدید که چطور با حرارت از خانواده‌ای که میتونست داشته باشه حرف میزد و از رویای این که چه حسی میتونه به خواهر یا برادرش داشته باشه احساس کرد که باید این رویا رو حداقل برای مدت کوتاهی تا وقتی که سابرینا هنوز پا به دوران بلوغ نگذاشته برآورده کنه. زندگی مشترک با این خانواده جدید برای سابرینا خیلی خوب داشت پیش می رفت. به عنوان یک دانش آموز دبیرستانی پیشرفت خوبی داشت و نمره‌های خوبی می گرفت و برای دانشگاه برنامه می ریخت. یه روز برای سرپرستاش تعریف می کرد که می خواد مدل بشه و رشته زیبایی شناسی در دانشگاه بخونه. کوین و لیزا خیلی از این تصمیم سابرینا با توجه به اینکه با چه مشکلاتی وارد خونه‌شون شده خوشحال شدن. اونا در گذر روزها میفهمیدن که سابرینا رابطه خیلی خوبی با بچه ها و حتی خودشون برقرار کرده. دوستا و آشناهاشون اعتراف میکردن که سابرینا بیشتر شبیه خواهر لیزاست تا دختر خوندش. سابرینا میگفت که همیشه لیزا براش مثل یه الگو بوده و بهش افتخار میکرد و به عنوان یه خواهر بزرگتر بهش نگاه میکرد. ولی متاسفانه این خانواده ایدئال نتونست خیلی دوام بیاره. مشکلات دقیقاً 6 ماه بعد از ورود سابرینا به خانواده شروع شد.
ناگهان سابرینا به لیزا اتهام میزد که اونو دیگه خیلی دوست نداره و بچه‌های خودش رو تو اولویت قرار میده. در حالی که هر روز ارتباط بین سابرینا و مادر خوندش بدتر میشد، اما ارتباط سابرینا با پدر خوندش بهتر و قوی‌تر میشد. ارتباط بین کوین و سابرینا به حدی داشت به هم نزدیک میشد که خیلی از دوستا و آشناهاشون حرکات مشکوکی رو بین این دو میدیدن. صحبت‌ها و شوخی‌هاشون میون جمع بیشتر شبیه گفتگو بین دوتا عاشق بود. حتی دیده شده بود که کوین به صورت خیلی چندشاوری سابرینا رو لمس می‌کرده. حتی یه باری که کوین سابرینا رو برده بوده پیش مددکار اجتماعیش، مددکار دیده بوده که سابرینا موقع صحبت کردن رو پاهای کوین میشسته. در حالی که اون دیگه دختر کوچیکی نبود و حدوداً 17 سالش بود. بعضی اوقات که کوین سابرینا رو به مدرسه میبرد، میون راه تو جاهای خلوت و در ماشین به رابطه جنسی و معاشقه میپرداختن. سابرینا 27 اکتبر 2012 دیگه 18 سالش شده بود. از نظر قانونی در واقع میبایست یه زندگی مستقل برای خودش شروع میکرد و خونه سرپرستاش رو ترک میکرد. ولی سابرینا از خانواده جدیدش درخواست کرده بود که بذارن تا یه مدت دیگه اونجا بمونه که بتونه تو آرامش دبیرستانش رو تموم کنه. در 26 نوامبر 2012 حدود ساعت 1 شب سابرینا در حالی که چاقویی رو تو دستش داشت به اتاق خواب لیزا میره و حدوداً 15 دقیقه در حالی که لیزا خواب بوده نگاش میکنه. بعد از اون با چاقوی 10 اینچی نونبری شروع میکنه به ضربه زدن به لیزا. انگار که حالا دستش به خون آلوده شده بود، قدرت بیشتری گرفته بود. با ضربه هایی که شدتش حتی برای خودش هم غیر قابل تصور بود، بدن لیزا رو سلاخی میکرد. این که چطور تو اون گیرودار، استرس و تقلا طبق نقشه ضربه هاش رو مثل یه قاتل حرفه‌ای با سرعت و پی در پی وارد میکرد واقعا عجیب بود. و همزمان لیزا که با وحشت و درد از خواب بیدار شده بود خودش رو خم میکنه و با وجود کلی جراحت برای زنده موندن میجنگه، ولی متاسفانه خیلی دووم نمیاره و از خونریزی زیاد جونش از دست میده. میگان دختر بزرگ لیزا که تو اون موقع 13 سالش بود با شنیدن صدای جیغ مادرش با ترس به طرف اتاق مادرش میدوه. اونجا سابرینا رو با یه چاقوی بزرگ خونالیدی تو دستش و چهره‌ای که با خون مادرش پوشیده شده بود میبینه. میگان با چهره وحشت زده تنها کاری که میکنه به اتاقی پناه میبره و در قفل میکنه. اونجا سریعا با پلیس تماس میگیره و بهشون میگه که خواهرش مادرشو کشته. پلیس هم سریعا به محل جرم میرسه، ولی متاسفانه خیلی دیر رسیدن. اونجا سابرینا رو میبینن که با چاقوی توی دستش و در حالی که خودش هم زخمی کرده بود هنوز روبروی جسد ایستاده. سابرینا در حالی که در شوک به سر میبرده همه دستورایی که پلیسا بهش میدادن و انجام میداد. یکی از پلیسا به نام رندی بهش میگه که چاقو رو بندازه پایین و دستاشو پشت سرش بذاره. سابرینا بدون مقاومت انجام میده. جالب اینجاست با اینکه تو دستگیریش کاملا همکاری کرده بود، ولی در اداره پلیس به هیچ سوالی جواب نداد. بعد از دستگیری سابرینا، پلیسا تمام خونه رو دنبال مدارک جرم گشتن که یهو دختر کوچیکه لیزا رو تو یکی از کمدها پیدا کردن. اون چهره وحشت زده ای داشت چون تمام صحنه رو با چشاش دیده بود. اون شب کوین پدر بچه‌ها سر کار بود. شغل اون راننده کامیونه. اون شب با یه تماس تلفنی از طرف پلیسا از اتفاقی که برای زنش افتاده بود خبردار شد. چند دقیقه بعد از تماس تلفنی پلیس با کوین، این بار کوین به پلیس زنگ میزنه و از وضعیت دختراش میپرسه. اونا بهش میگن که میتونه بچه‌هاشو از اداره پلیس تحویل بگیره. کوین فردای اون روز به اداره پلیس میره و پلیسا از چهره آرومش خیلی تعجب میکنن. چون اونا توقع داشتن کسی که زنش روز قبل به قتل رسیده رو یه مقدار ناراحت ببینن، اما قیافه اون احساسی رو نشون نمیداد. اون اومد فقط دخترها رو گرفت و خیلی هم سوال در مورد اون شب نکرد و فوراً با بچه‌ها به خونه رفت. رفتاراش نه تنها برای پلیسا بلکه برای خانواده و دوستاش خیلی عجیب بود. همه از خودشون میپرسیدن چطوری کوین میتونه اینقدر آروم باشه. بعد از یه مدتی کوین سعی کرد به زندان بره و با سابرینا صحبت کنه که اونجا یهو تبدیل به یه آدم عصبی شده بود، چون اجازه بهش نداده بودن که با سابرینا صحبت کنه و در آخر هم بدون هیچ نتیجه‌ای به خونه برگشت. خبر این قتل توی تلویزیون و کل کشور پخش شده بود و کلی مطبوعات در مورد صحبت می‌کردن. پلیس‌ها تو کالبد شکافی متوجه شدن که به بدن لیزا 178 بار به طور خیلی وحشیانه ضربه چاقو وارد شده، که بیشتر در ناحیه سر و گردن و قسمت‌های بالاتنه و شکم و دستاش بوده
این ضربات اینقدر حساب شده و وحشتناک بود که چند تا از انگشتای لیزا قطع شده بودن. با اینکه برای پلیسا مشخص بود که قاتل کیه، ولی میخواستن انگیزه قتل رو پیدا کنن. حدوداً تو 10 ماه آینده پلیسا وقتشون رو صرف این کردن که تمام مدارک و شواهد رو به هم بچسبونن که دلیل این قتل رو بفهمن. ارتباط بین سابرینا و کوین حتی برای پلیسا هم خیلی عجیب به نظر میرسید. تو یکی از صحبتایی که پلیسا با یکی از شاهدا، همون مددکار اجتماعی داشتن که با سابرینا کار کرده بود، میگفت که سابرینا پیشش اعتراف کرده که در قبال یه مقدار پول اجازه داده بود که کوین عکسای لختی ازش بگیره. و همچنین تعریف کرده بود که یه هفته قبل از این داستان کوین زنگ زده بود به این مددکار و بهش گفته بود که کوین و لیزا به طلاق فکر میکنن ولی میخوان همچنان سرپرستی سابرینا رو داشته باشن. یه جا یکی از دوستای سابرینا برای پلیس تعریف میکنه که کوین اوایل اکتبر 2012 از سابرینا خواسته بود که براش یه قاتل ردیف کنه. طبق تمام این شواهد و مدارک برای پلیس روشن شده بود که کوین تو این قتل دست داره، یا اینکه حداقل نقشه این قتل رو کشیده. پلیسا همچنین متوجه شدند که کوین 2 بیمه عمر به مقدار 800 هزار دلار بسته بود و جالب‌تر این بود که کوین خیلی زود درخواست کرد که پول واریز شه و به طور خیلی عجیبی بیمه هم پولو پرداخت کرد. بعد از اینکه پولش رو از بیمه دریافت کرد، یه خونه توی فلوریدا، چند تا ماشین و یه کاروان و مدرک خلبانی هواپیماهای ملخی رو گرفت. اون خودش رو به معنای واقعی تو خوشیایی که آرزوش رو داشت غرق کرده بود. و اما سابرینا که در اوایل منکر این میشد که کوین هم در این قتل دست داشته، بعد از 9 ماه گرفتار بودن تو زندان در آگوست 2013 احساس کرد پدرخوندهش دیگه نمیخواد باهاش کاری داشته باشه و تصمیم گرفت که با پلیسا همکاری کنه و سرانجام برای پلیسا تعریف میکنه چطور این قتل وحشتناک اتفاق افتاده. این دختر جوان کوین رو مقصر قتل لیزا دونست و گفت که اون نقشه قتل رو کشیده و خیلی دقیق از رابطه مخفی خودش با کوین توضیح میده و تعریف میکنه که دلیل قتل لیزا فقط عشق اون به کوین بوده و اینکه دوست نداشته کوین رو با کسی دیگه ای تقسیم کنه. سابرینا اعتراف کرد که رابطه عاشقانش با کوین تو مارچ 2012 شروع شد و اینطور بود که یه روزی کوین خسته بعد از ساعت‌ها رانندگی از سر کار به خونه برگشته بود. در حالی که خودش رو روی مبل راحتی میندازه، براش تعریف کرد که چقدر پاهاش درد میکنه. سابرینا هم بهش پیشنهاد داد که میتونه پاهاشو ماساژ بده. از همین روز هم عشق و علاقهشون رشد پیدا میکنه. چند ماه بعد در سپتامبر همون سال ارتباط جنسیشون شروع میشه. سابرینا تعریف میکنه لیزا هیچ وقت از ارتباط اونا با خبر نشد، چون اونا خیلی تلاش میکردن این رابطه رو مخفی نگه دارن. کوین پیغام‌های زیادی برای سابرینا مینوشته که من دیگه عاشق لیزا نیستم و دنبال اینم که زندگی جدیدی رو با تو شروع کنم و بهش قول میده که با پول بیمه بعد از قتل لیزا براش زندگی لاکچری درست میکنه و خونه و ماشین گرونی میخره و سابرینا میتونه مادر بچه هاش باشه. سابرینا در جواب بهش گفته بود که اون نمیخواد که مادر خوندش لیزا به قصر برسه و بهتر فقط ازش طلاق بگیره. کوین ولی در جواب گفته بود که اگه بخواد طلاق بگیره، لیزا ارتباط کوین رو با دختراش قطع میکنه و به شوخی میگفته لیزا مردش خیلی بیشتر از زندش ارزش داره. ایده کوین که میخواست از دست زنش خلاص بشه کم کم تو ذهنش در حال شکل گیری بود که بالاخره این دو تصمیم میگیرن که لیزا رو به قتل برسونن. اونا تصمیم میگیرن که تو روز قتل تمام طلا جواهرات لیزا رو بدزدن و اینطور جلوه بدن که اونجا غارت شده و جریان با قتل لیزا به پایان رسیده. کوین چاقوی مورد نظر رو انتخاب و به سابرینا یاد داده بود که چطور لیزا رو به قتل برسونه و همچنین بهش یاد داده بود که چطور میتونه با اون چاقو بیشترین صدمه رو بهش وارد کنه. حتی به سابرینا گفته بود که وقتی دستگیر شد جوری جلوه بده که از نظر روانی ناپایدار و مشکل شدید روانی داره. سابرینا همچنین براشون توضیح داد که چطور قتل لیزا استارت زده شد. 15 نوامبر صبح قبل از این اتفاق کوین سابرینا رو به دبیرستان میبره. ناگهان وسط راه میزنه کنار و شروع میکنه به گریه کردن. به سابرینا میگه شب قبلش با لیزا دعوای شدیدی کرده. از آخرم به این نتیجه رسیده که یا این بود زنده بمونه یا لیزا. چون نمیتونه به خاطر بچه ها لیزا رو ترک کنه، نه دیگه میتونه با لیزا زندگی کنه. و سابرینا هم از ترس اینکه مردی که عاشقش بود بخواد از زندگیش مفشه، تصمیم میگیره که به زودی نقشه کوین و عملی و لیزا رو به قتل برسونه.
سابرینا تعریف میکنه وقتی من تو ماشین بودم و قبول کردم که لیزا رو میکشم، تا همون لحظه چهره غمگین کوین تبدیل به یه چهره شاد میشه. ولی بعدش با ذوق و هیجان زیادی نقشه خودش رو برای سابرینا توضیح میده. وقتی این اعترافات سابینا رو پلیسا با قاضی به اشتراک گذاشتن و با هم ارزیابی کردن، به این نتیجه رسیدن که کوین رو دستگیری کنن و به خاطر همین این مرد 43 ساله در 19 آگوست 2013 به جرم تلاش و دست داشتن در قتل دستگیر میشه. سابرینا آمادگی خودش اعلام میکنه که در مقابل کوین بیاد شهادت بده، ولی با این شرط که بتونه بعد از 30 سال آزادی مشروط بگیره. در می 2014 پروسه دادگاه شروع میشه و دادستان این پرونده به نام پاتریک کاندن توضیح میداد که طبیعتاً در این شکی نیست که ما میدونیم که چه کسی این قتل رو انجام داده، ولی کوین دقیقاً میدونست چه اتفاقی در 16 نوامبر در حال افتادنه، چون خودش به سابرینا در این کار کمک کرده بود و به همین خاطر واضحه که تو این قتل دست داشته. وقتی که سابرینا به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شد، شهادت داد که رابطه عاشقانه ای با کوین داشته و چون عاشقش بوده و نمیخواست اون زجر بکشه این کار را انجام داده و در واقع کوین از احساسات سابرینا برای انجام نقشه هاش سوء استفاده کرده. اون رو به هیئت منصفه کرد و گفت: من تو این قتل تنها نبودم و امیدوارم عدالت در مورد هر دوی ما اجرا بشه. از اونجایی که دادستان میخواست چهره واقعی کوین رو به همه نشون بده، از چند تا شاهد استفاده میکنه و یکی از اونا اولین ماموری بود که بعد از قتل لیزا کوین باهاش روبرو شد و براش چهره آروم کوین خیلی مشکوک بود. دادگاه از یکی از همکارای لیزا هم به نام اریکا گچا خواسته بود که برای شهادت حاضر بشه. اریکا میگفت یه روز بعد از کشته شدن لیزا به خونه اونا رفت و براشون غذا آورده بود که متوجه شد چقدر کوین بیخیال بود. تو مراسم خاکسپاری لیزا هم تو چهرش هیچ احساسی دیده نمیشد. گزارش پزشک قانونی هم میگفت که لیزا زخمای وحشتناکی داشت که چند تاش کاملا مرگبار بودن. مثلا یکی از اون ضربات از فکش به سمت قلبش و اونجا رگ قلبش رو پاره میکنه و از سینه‌اش میزنه بیرون. نکته عجیب جریان این بود که سابرینا تعریف کرده بود که چطور کوین بهش یاد داد با چاقو به لیزا ضربه بزنه و چه جاهای مهم و حیاتی رو مورد اصابت قرار بده و حتی تاکید کرده بود که چاقو رو سریعا خارج نکنه و چندین بار در جا به چرخونه که ضربات کاری و مرگبار باشه. پلیسا تو ادامه تحقیقاتشون قادر به پیدا کردن و کپی مسیجا نبودن، ولی از طریق مخابرات فهمیدن که بین 1 تا 16 نوامبر 1491 پیغام و حدوداً 78 تماس تلفنی بین سابرینا و کوین رد و بدل شده. وکیل کوین به نام مایکل کانیک معتقد بود که سابرینا میبایست به عنوان تنها قاتل این پرونده شناخته شد، چون فکر میکردن که پلیسا هیچ مدرک معتبری در این مورد ندارن که سابرینا و کوین در واقعیت یه زوج عاشق بودن و پیغامی به عنوان مدرک هم وجود نداره که توش نوشته باشه که کوین قتل همسرشو چیده بوده. و به نظر اونا صحبتهای سابرینا علیه کوین فقط ادعایی هست که میخواست به این وسیله جرمشو کمتر کنه و به همین دلیل درخواست برای ملغای اتهام علیه کوین رو میدن. وکیل کوین همچنین معتقد بود که سابرینا لیزا رو به خاطر کوین نکشته، بلکه به خاطر این کشته که لیزا 2 هفته قبل سابرینا رو تحت فشار گذاشته که تا 1 ژانویه 2013 میبایستی خونه رو ترک کنه. اینا همش در حالی بود که کوین به هیچ وجه صحبتی در دادگاه نکرد. و سرانجام بعد از 9 ساعت پروسه دادگاه، هیئت منصفه در 11 جون در تمام اتهامات کوین رو مجرم شناخت و به این خاطر قاضی دادگاه به نام جوزف گیبسون در 6 آگوست 2014 کوین رو به حبس ابد، البته با امکان آزادی مشروط، بعد از 30 سال محکوم کرد. در واقع کوین در سال 2044 در سن 73 سالگی میتونه درخواست آزادی مشروط بده. وکیل کوین سریعاً علیه حکم درخواست تجدید نظر داد و شدیداً تمرکزش رو روی عدم ثبات اخلاقی و روانی سابرینا گذاشت. اون معتقد بود که فقط مشکلات روانی اون بود که این جریان رو به وجود آورد. و اما سابرینا چون در بازجویی‌های آگوست 2014 اعتراف کرده بود، به همین خاطر در 29 سپتامبر این دختر 19 ساله به حبس ابد با امکان آزادی مشروط بعد از 30 سال محکوم شد. سابرینا در سال 2042 وقتی که 47 سالشه
با درخواست آزادی مشروط میتونه از زندان آزاد بشه. اون وقتی که حکمش رو شنید شروع کرد به گریه کردن. اما قاضی خطاب به اون گفت تو فقط به دلیل کمک به ما تونستی آزادی مشروط بعد از 30 سال رو به دست بیاری و حکمت حتی از این هم میتونست خیلی بیشتر باشه. همچنین قاضی دادگاه سابرینا رو محکوم کرد که به مگان و هیلی حدود 6 میلیون دلار خسارت پرداخت کنه. اما دخترای لیزا، هیلی و مگان از این اتفاق دچار مشکلات روحی زیادی شدن. مگان هر شب از کابوس با لباسی پر از عرق از خواب میپرید و هنوزم کابوسای اتفاقاتی که شاهدش بوده اونو رها نمیکنه. امروز سابرینا 28 سالشه و در حال گذروندن دوران محکومیتش در زندان دیتونا کورکشنال اینستیتیوشن هست. در واقع زندان زنانیه که در اوهایو در سال 1987 درست شده. اون تو مصاحبه‌ای که تو زندان انجام داده خیلی ابراز ناراحتی میکنه و میگه که از کارش خیلی پشیمونه و عذاب وجدان داره و روز و شبش رو با ناراحتی و درد از این کار میگذرونه و تعریف میکنه که در دوران حبسش در زندان با روح لیزا صحبت کرده و ازش عذرخواهی کرده و لیزا هم اونو بخشیده. آیا واقعا لیزا اون رو بخشیده یا رویای اون فقط از روان آسیب دیده و بیمارش سرچشمه میگیره؟ و آیا این که این حرفایی که در مورد کوین میزد واقعا همش واقعیت داشت؟ سوالی که شاید دخترای لیزا همیشه تو ذهنشون دارن. برامون حتما بنویسید که شما چطور فکر میکنید. And you, Kevin, what a piece of crap you are. Yes, Mr. Zinoff, I realize your emotions are great, but I would ask that you please restrain yourself and just address...